در بیانیه‌ای که در پایان اجلاس دو روزه هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی در سئول منتشر شد، نسبت به پتانسیل هوش مصنوعی برای تسریع در گسترش سلاح‌های کشتار جمعی هشدار داده شد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. سران جهان در سئول خواستار کنترل انسانی بر هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی شدند. در بیانیه‌ای که در پایان اجلاس دو روزه هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی در سئول منتشر شد، نسبت به پتانسیل هوش مصنوعی برای تسریع در گسترش سلاح‌های کشتار جمعی هشدار داده شد. یک اجلاس جهانی در سئول بر لزوم کنترل انسانی بر هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی تأکید کرد. شرکت کنندگان در این اجلاس بر لزوم جلوگیری از استفاده هوش مصنوعی برای گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تأکید کردند. این اجلاس تحت عنوان هوش مصنوعی مسئول و پاسخگو در حوزه نظامی با حضور نمایندگانی از بیش از 90 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و چین و همچنین حدود 2000 مقام دولتی و کارشناس برگزار شد. بیانیه‌ای که در پایان این نشست دو روزه در پایتخت سئول منتشر شد، همچنین نسبت به احتمال کمک هوش مصنوعی به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی هشدار داد. بیانیه پایانی این اجلاس با عنوان طرح اقدام بر لزوم مشارکت مناسب انسانی در توسعه، استقرار و استفاده از هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی تأکید کرد. این بیانیه بر اهمیت قضاوت و کنترل انسانی در استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی برای اعمال زور اشاره کرد. در این بیانیه آمده است: ما بر لزوم جلوگیری از استفاده فناوری‌های هوش مصنوعی برای گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تأکید می‌کنیم. این بیانیه بر اهمیت قضاوت و کنترل انسانی بر استفاده از نیرو در سیستم‌های هوش مصنوعی تأکید کرد. در این اجلاس همچنین تأکید شد که هوش مصنوعی باید در راستای حمایت از تلاش‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات به کار گرفته شود و نه مانعی در این مسیر.